یکی از محبوب ترین برندهای دنیا برای جوونا BMW و یکی از محبوب ترین اتاقهاش سری 3 کد 330i مدل 2018. رنج قیمتی 3.5 تا 4 میلیارد تومان با من سالار همراه باشید. به جرات میتونم بگم یکی از جذابترین و باحالترین اتاقهای BMW سری 3 است برای جوونا، هم از لحاظ جمع و جور بودنش و هم از لحاظ هندلینگش. این ماشین مدل 2018 کد 330i یه موتور 2 لیتری 4 سیلندر خطی توربو شارژ داره که تکنولوژی توین پاور توربوه که در از دو تا سکرول داره برای توربوش دو زمانه بهش میگن. 252 اسب بخار، 350 نیوتن متر گشتاور، یه گیربکس دقیق. برند BMW برای گیربکسش خیلی معروفه، یه گیربکس استپترونیک 8 سرعته که قدرت رو به چرخهای عقب انتقال میده و لذت رانندگی که گیربکسش واقعا حرف نداره. یه لگ کوچیک داره اون اولش که توی حالت اسپورت پلاس خیلی بهتر میشه، ولی من به مرز اینکه میذارم روی اسپورت پلاس تراکشن کنترل خاموش میشه و عقب ماشین بسیار راحت در میره، مثل همینی که الان در رفت. من میذارم روی حالت اسپورت که ادامه رانندگی رو امتر طی بکنیم. این ماشین رنج قیمتی 3.5 تا 4 میلیارد تومان الان اوایل تیر ماه 1401 داره توی بازار که رقیباش به نسبت قیمتش خیلی زیاد هستن، ولی همکلاسش چندان زیاد نیستن. یکی از ماشینه که توی این رده هست و من بررسی کردم قبلا قیمتش یه خورده پایین تر حدود 3 تومان هست، لکسوس IS 250. اگه بررسیشون ایدین همین بالا کلیک کنیم بریم ببینیم. اما این ماشین اصلا چیز دیگه از مقابله، هم تو قسمت 0-100ش، هم تو قسمت هندلینگش و هم گیربکسش. تنها برتری خیلی خاصی که IS داره دوامش از برند لکسوس بودنش و البته ظاهرش هم یکم جذابه. این ماشین حدود 200 تا، شاید کمتر از 200 تا به ایران وارد شده و تقریبا اونجوری که من شنیدم همشون ام پکیج هستن توی نسخه فول و رد بالا که سطح امکانات خوبی دارن، ولی متاسفانه مثلا سردکن صندلی ندارن با اینکه سفارش عمان هستن و گرمکن صندلی و فرمون دارن. حس پشت فرمون به شدت جذابه، فرمونی که لوگوش رو خود مالک اومده مشکی کرده و یه حس خیلی خیلی بی‌نظیر بهتون میده. داشبوردی که طراحی BMW و امضای BMW روش هست و اما صفحه کیلومتر این ماشین که صفحه کیلومتر آنالوگه، چیزی که من همیشه دوست داشتم و همیشه طرفدارش هستم. خیلی احساس خوبی داره موقعی که شما اینجوری تخته میکنین. ببینید حرف نداره موقع. توی قسمت ترمزا ترمز خوبی داره، ولی معمولا به صورت فابریک اونجوری که من شنیدم دیسکاشون زیاد خوب نیستن و من یه لرزشی هم توی ماشین حس کردم به خاطر دیسکاش. زیر 4000 تا کار کرده این ماشین، یعنی تقریبا 0 کیلومتر. مدل 2018 ولی 0 کیلومتر محسوب میشه با این کار کرده. کم ادوات داخلی، کیفیت ساخت درپا، با اینکه یکی از پایین‌ترین رده‌های BMW است، یعنی سری 3 اندازه سری 5 و سری 7 خیلی لوکس و با کیفیت نیست، ولی بازم لذت بخشه. و اما سیستم صوتی این ماشین که هارمن کاردن هست، یه سیستم صوتی با 13 تا بلندگو 600 وات بی نظیر. و من به نظر من تا حالا ماشینی که بررسی کرده بودم یکی ولو XC90 باحال بود سیستم صوتیش، یکی هم کیا اپتیما که اونم هارمن کاردن بود اونم خیلی خوب بود. اما این ماشین اصلا یه چیز دیگه است، یعنی کیفیت صدا و فراگیری صدا و اون لذتی که بهمون میده فوق‌العاده است، حتی از اپتیمان بهتره. چرا نمیذارم؟ چون آهنگا کپی رایت میخورم و بعدها میایم آهنگ اختصاصی خودمون رو میذاریم. حالا به هر حال این قضیه رو فراموش کنیم. کیفیت ساخت صندلی خیلی لذت بخش، چرم خوب و صندلی راننده موقعی که شما زیاد فشار بیارین توی حالت اسپورت پلاس بغلا شما رو فشار میدن. پشتی صندلی و در برگیرندگی توی حالت اسپورتی هست که خیلی لذت بخشه. دیده به اطراف، دیده به جلو به خاطر کاپوت عضلانی و خیلی جذابش خوبه و دیده به عقب هم میتونم بگم معمولیه، سانروف کوچولو.
داره این ماشین که خبری از سقف پانورامیک اونجور چیزا نیست، که البته به نظر من لازم هم نیست برای ماشین اسپورت، اصلا این چیزا اضافی هست. رادار نقطه کور هم داره و علاوه بر 4 تا راداری که گفتم، رادار نقطه کور هم میتونه مشکل گشا باشه، ولی بیشتر رادار نیست، میشه گفت سنسوره، سنسور نقطه کور اسمشو بذاریم. مانیتور وسط کیفیت و کنتراست خوبی داره، الان داره اسب بخار و گشتاور نشون میده، چیزی که از ماشین خروجی داره گرفته میشه. و شیفتر پشت فرمون هم کیفیت خوبی داره همراه با متریال روی فرمون، همین که سرعت عکس العمل خوبی هم داره. من به محض اینکه میزنم ببینید با اشاره دستم چجوری ماشین داره دنده عوض میکنه، که هنر بی ام و باواریایی ها هست. این ماشین از نظر طراحی یه سری المانای جالبی داره. در اصل این ماشین همون بی ام و 328 که آپگرید شد، یه کم فیسلیف شد سال 2015 و شد بی ام و 330، وگرنه همون اتاق هست. نسل ششم بی ام و سری 3 هست که به نظر من سری 3 همیشه جذاب بوده، از EC گرفته EC06 E46 E90 که تازگی ها بررسی کردیم، اگه E90 رو ندیدین این بالا کلیک کنیم بریم ببینیم. ولی این ماشین یکی از چیزه که خیلی بومخم هست، فرمون خیلی شلوولشه، انقدر فرمونش روونه که شما موقعی که رانندگی میکنین زیاد عوارض جاده اون حس اسپورت بودن و خوش بودن رو حس نمیکنین. یعنی اینجوری بگم مثل E90 E46 نیست که قشنگ شما فکر کنین دارین روی آسفالتی با فلان کیفیت رانندگی میکنین. شاید اگه یکم سفت‌تر میبود فرمون و عوارض جاده رو انتقال میداد، احساس رانندگی اسپورت بهتری بهمون میداد. این نمای کوسه مانند که توی سری 3 و البته توی بی ام و زد 4 و توی سری 4 زیاد دیده میشه، به شدت حال آدمو خوب میکنه، مخصوصا از نمای بغل که نگاه میکنین آدمو دیوونه میکنه. نمای بغلش سادگی خاص خودش رو داره که مثل سری 5 خیلی عضلانی نیست، مثل سری 7 هم خیلی لاکچری نیست، جوان پسند و با نهایت ظرافت و لذت برای مالکش. و اما نمای عقبش رو که من به شدت دوست دارم، یه نمای عضلانی کوچولو توپل مپل و گلگیری که بیرون رفته از این ور اون ور با گرافیک چراغی که خیلی خیلی حال میکنم باش. تو بخش سیستم‌های امنیتی 3 تا رادار داریم و یه دونه هم تابلو خوان، رادار حرکت بین خطوط، رادار تصادف جلو و یکی هم ادپتیو کروز کنترل یا همون کروز کنترل تطبیق پذیر. مجموعاً 4 تا است که به نظر من سطح امکانات امنیتی خوبیه برای ماشین. یکی از جذاب ترین فیچرهایی که روی بی ام و هست لذت رانندگیشه، تو دست بودن این ماشین و البته هندلینگ این ماشین هست. اما قبل اینکه طبق روال قبل بریم سراغ هندلینگ، بهتره 0 تا 100ش رو ببینیم. کمپانی گفته 5.8 ثانیه که رقم فوق العاده رویایی است برای این مشخصات فنی، اما از بی ام و هم بعید نیست به نظر من. من دارم تو پیچه لواسون با سرعت 80-90 تا رانندگی میکنم و واقعا این خیالش هم نیست این ماشین. نگاه کنین، حالا هنوز نرسیدیم به پیچه اصلی. البته اینو بهتون بگم که ESP و همون کنترل پایداری این ماشین روشنه و اصلا خاموش نمیکنه. به شما میگم که توصیه میکنم خاموش نکنین، چون ممکنه داستان بشه براتون. بریم سراغ 0 تا 100. موتور 2 لیتری 4 سیلندر خطی توین پاور توربو این ماشین که 252 اسب بخار و 350 نیوتن متر گشتاور رو به وسیله یک گیرباکس استپترونیک 8 سرعته به محور عقب انتقال میده. ارتفاع سطح دریا 1570 متر. من تک سرنشین بنزین معمولی با اوکتان. کمپانی گفته که 5.7 ثانیه 5.8 ثانیه طول میکشه که این ماشین از 0 به 100 برسه و وزن این ماشین هم 1490 کیلو تقریبا. ببینیم که چی از آب در میاد. گیرباکس میذارم روی حالت دستی و حالت اسپورت هم میذارم اسپورت پلاس، خیلی هرزگردی داره و حالت لانچ کنترلش هم یکم بازی در میاره. رو همین حالت تست میکنیم بهتره. هفت و سه صدم ثانیه، یعنی 7 ثانیه تقریبا چیزی بود که برای این ماشین به دست اومد. با 5.8 ثانیه یه تقریبا 1 ثانیه با هم دیگه اختلاف داره. من گفتم 5.8 ثانیه خیلی عدد رویایی هست و ما اینجا تو این لوکیشن همه ماشینا رو با یه شرایط تست می‌کنیم. چیزی بود که به دست اومد، 7 ثانیه برای بی ام و 330 2018. برای اینکه بررسی این ماشین رو تو یوتیوب ببینین،
میتونین از 60-70 سرور خارجی برای اتصال به یوتیوب استفاده کنین که گذرازات همه اینا رو در اختیار شما قرار میده با کد تخفیف سالار. یکی از نکاتی که توی ماشینای کلاس سی، سدان کلاس سی خیلی رو مخه، فضای ردیف عقبه. توی این ماشین به نظرم از سی کلاس اوضاع یه خورده بهتر بود، فضای سرم کمتر بود، ولی فاصله پا با اینکه صندلی استاندارد برای خودم تنظیم کرده بودم با قد 184، ولی به نظر من خوب بود. یکی از نکات مثبتی که توی ماشین من دیدم ترمز پارک دستیشه، چیزی که خیلی میچسبه موقعی که یکم زمین لغزنده باشه و یا برفی و شما باهاش عقب ماشین رو بچرخونید. اما اینجا میرسیم به پیچه لواسه برای اینکه هندلینگش رو همینجوری توی ادامه ماجرا تست کنیم. با اینکه سیستم کنترل پایداری این ماشین روشنه و ما خاموشش نکردیم، اما من از سری 3 انتظارها دارم. البته اینم بگم که این ماشین اکس درایو نیست و سیستم کنترل چهارچرخش فعال نیست. الان سر پیچه سراتو و سر پیچ معکوس هم کشید و ماشین جهید، خیلی هم خوب رفت جلو. به نظر من نباید اونجا معکوس میخورد و میرفت، چون واقعا دیگه شتاب ماشین خیلی خیلی غیر قابل کنترل توی سرازیری. اما بریم سراغ یه پیچه دیگه. سر این پیچه هم که پیچه که خیلی فریبند است و ماشین به شدت میلغزه، پایداری این ماشین به نظر من که خوب و قابل توجه هست. ترمز این ماشین فوق‌العاده خوب میگیره و من دارم به ماشین فشار میارم، به شدت هم فشار میارم برای اینکه ببینم رادار تصادف جلو هم عمل کرد. خیلی شلوغ جاده و اجازه نمیدم بهمون که ما لذت ببریم. بریم سراغ سربالهی. یه سربالهی برای کشش ببینیم که چه کششی داره این ماشین. با اینکه موتور 252 اصلی برای وزن 1000 و تقریبا 500 کیلو ماشین زیادم بگیم چشمگیر باشه نیست، اما هندلینگش چیز خیلی خوبیه. با اینکه تک محوره و مثل تیگوان سیستم کنترل چهارچرخ نداره، قشنگ حس میکنی که داره ترمزا رو میزنه و ماشین داره کنترل میشه. به نظر من که خوبه، ولی نه به خوبیه تیگوان. تیگوان چهارچرخ محرک بود و کنترلش واقعا بی‌نظیر بود، اما این ماشین هم به نظر من خیلی خوبه، تقریبا از اکثر ماشین تا حالا بهتر بوده. به گلف جی تی آی نمیرسه، از لکسس آی اس بهتر، آی اس 250 از بی ام وی 535 که بررسیش کردیم بهتره. من تنها رقیبش فعلا فولکس تیگوان هست. 140 تا سرباله ای و یکی از تونترین پیچ ها. من گاز هم میدم، محدود میکنه، خوبم محدود میکنه و اجازه نمیده شما در برید، ولی بازم تیگوان یه چیز دیگه بود. سر پیچه معکوس سراتو، آها، با اینکه ESP هم روشن بود عقبش در رفت. بخوام جمع‌بندی کنم، با بودجه حدود 3.5 تا 4 میلیارد تومان ماشین مدل بالا 2018-19 تو ایران خیلی کمه برای انتخاب کردن. یکی از انتخابا برای جوانه که بازار دست دوم چندان خوبی هم نداره، چون کلا سدانای کوچیک همینجوری هستن توی همه جای دنیا. یکی از انتخابا میتونه BMW 330i باشه که من خیلی لذت بردم ازش. نظر شما چیه؟ حتما کامنت کنیم برام و کامنت انگلیسی بذاریم، بگین که چه ماشینی با این بودجه می‌خرید. تا بررسی بعدی ماشین بعدی، بدرود.